برنامه های ما را در شبکه های اجتماعی به نشانی میهن تیوی وان دنبال کنید. همچنین پخش زنده رادیو و تلویزیون میهن همراه با مقالات تحلیلی و تازه ترین اخبار جهان به زبان انگلیسی در وبسایت ما به نشانی mihantv.com در دسترس شماست. با درودی دوباره خدمت یکایک شما خوبان و نازنین، سعید بهبهانی هستم در این روز سه‌شنبه 23 خرداد ماه هست. عرضم به حضورت که 13 ماه جون، خوشحال و خرسند که میتونم یه بار دیگه در خدمت همه شما خوبان و نازنینان باشم. نهایت سپاس دارم از همه مهر و محبت شما نازنینان در این فاصله ای که قادر نبودم خدمتگزار شما باشم، ولی مورد توجه لطف بیکرانتون بودم. از همه ایمیلاتون، پیامهاتون نهایت سپاس دارم، از اعتمادتون، از اینکه تونستم در حقیقت این رابطه عاطفی رو ایجاد کنم خوشحالم، و خوشحالم که میهن تیوی با همت شما، چون اگر نبود حمایت شما، همیاری شما، یقینا میهن تیوی هم امروز وجود نمی‌داشت. چه بودن رسانه هایی که با سرمایه های میلیونی اومدن و با بوق و کرنا، و امروز اثری از آثارشون نیست. یادم میاد وقتی اون تلویزیون آزادی درست شد که ادامه همون امروز در یه قالب دیگه‌ای، در حقیقت فرزند آقای عباسی، این تلویزیون مناتو رو بعد از بیبین تیوی را انداخت. ولی آزادی صدای دیگری بود، با یه سرمایه بزرگ، با یک هیاهو اومد ولی حضوری نداره. خیلی بودن، خیلی از اینا بودن. آقای بهبودی اومد، نمیدونم، با یه سرمایه چند میلیون دلاری، و امروز اثری ازش نیست. ضیاء آتابای کوشش کرد، اولین تلویزیونی بودش که به راه رو باز کرد، نشون داد که میشه صدا و تصویر رو به سمت ایران روانه کرد. براش آرزوی سلامتی بکنیم. به او هم در این زمینه بسیار کوشش کرد. ولی همت شما، فقط همت شماست که تونسته میهن تیوی رو به این نقطه برسونه. بنابراین از تک تک شما نازنینان یه بار دیگه صمیمانه تشکر میکنم. سه شنبه است، مثل هر سه شنبه در این ساعت بریم خدمت دوست بسیار خوب و هممون، جناب آقای اصغر سلیمی نازنین. اجازه بده در طرف خودم شما خوبان و نازنینان عرض ادب و احترام کنم، سلام کنم به این بزرگوار و سپاسگزار از مهر و حضورش در برنامه. آقا سلام میکنم به شما. من هم به شما سلام میگم آقای بهبهانی عزیز. ممنون. بسیار خوشحالم که به هر حال این اقامت کوتاه شما در بیمارستان، کسالتی که داشتی، اونطور که الان میبینم واقعا خوشحالم از این بابت که یک بار و دیگر حل نشد. آقا اونجوری نیازی حل بشه، نیروی بول قدیمی ها شفای عاجل، بهبود تندرستی کامل آرزو میکنم. اجازه بده، دیروز دیدم که مهدی جان اصلانی در صحبتی که با شما داشت خیلی خوب یه نکته ای رو گفت، اونم این که به هر حال نقش این رسانه، این صدای مستقل رو اصلانی مطرح کرد. من هم میخوام یه نکته ای رو به همین صحبت در همین راستا بگم. من با سلام و درود به شنوندگان و بینندگان ارجمند و مخاطبان میهن تیوی، من میهن تیوی شروع میکنم، و بعد نکته‌ای که برای من و فکر میکنم که شنوندگان و بینندگان ارجمند واقعا به من حق میدن اینه که به هر حال حضور خود سید جان بهبهانی
یک لنگرگاهی هست برای در واقع به عنوان یک مصاحبه کننده نیست، بلکه حضور ایشون اون گونه که من هم واقعا دوستان زیادی از من میپرسیدن که حال آقای بهبهانی چطوره، رجوع میکردن، نگران بودند. حضور ایشون به هر حال در هر برنامه ای با هر شخصیتی با هر چهره ای به گونه ای در واقع لنگرگاهی هست برای اون حضور دیگران، و معنای این اینه که واقعا این به این گونه تکمیل میشه. من صراحتا عرض خودم اینه که با حضور جناب سید بهبهانی واقعا با این نگاهش در مسائل اقتصادی به زنده نگه داشتن مباحث اقتصادی که مباحث تقریبا سرد و خشک و گاهن نگران کننده ای هستند، ولی به گونه ای پیش میره که من فکر میکنم نقش خود آقای بهبهانی است که مباحث اقتصاد رو زنده نگه میداره. به سهم خودم حتی در کار اقتصادی ایشون در زنده نگه داشتن این بحث ها به گونه ای پیش میبره که من واقعا به تنهایی خودم فکر میکنم که این گونه پیش نخواهد رفت. به هر حال آرزو میکنم که بهبود کامل جناب بهبهانی، ضمناً به شما شاد باش میگم این تولد شما رو، زاد روز شما رو، و امیدوارم که سالهای طولانی بمانی و به کار خودت و به میهن برسی تا این میهن بماند برای اون میهن ما. خیلی ازت ممنون، راه زیادی اومدیم ولی بالاخره خوب بود، یگانه بود و به قول احمد شاملو یگانه بود و هیچ کم نداره، فقط یه لنگی داره، اونم دوری از وطن و در حقیقت عزیزانه. این یه ذره آزاردهنده است، یعنی بقیهش فقط خوبی بود و کنار شما بودن و عزیزان دیگر. عرضم به حضورت که حالا که صحبت به اینجا رسید، بذار بریم سراغ این همه دروغ. من نمیدونم این داستان چیه و اصلا برای چی این حرفا رو میزنم. مخصوصا ایران اینترنشنال، این جچه ها خیلی عجیبه، واقعا حیرت انگیزه. اولا از جمهوری اسلامی یک قول نمیدونم بی یال و اشکم درست کرده و میگه تموم شد دیگه، یعنی همش در جهت ناامید کردن مردم این خبرایی که میده. بله دیگه بستن و قرارداد تنظیم تموم، پولا رو داد و این بایدن پدر سوخته و، ولی عالی جناب ترامپ اگر بود اصلا دیگه مثلا چه فرقی میکنه؟ اصلا اینا چه تفاوتی تو زندگی من و تو دارن؟ اصلا تو نگاه این رئیس جمهورهای آمریکا شما فهم میکنی ایران کجا قرار میگیره تو این همه معادلات جهانی که وجود داره؟ از شرکت های بزرگ که توی آمریکا هستند و شرکت های جهانی هستند مثل مایکروسافت و اپل و نمیدونم تمام دات کام ها و اینها که یه بخش بزرگ اقتصاد رو شونه اینا میچرخه، تا مسائل سیاسی نمیدونم روابط بین المللی چین و نمیدونم هند و آمریکا و جنگ اوکراین و مسائل آفریقا و مسائل آسیای جنوب شرقی و روابط اروپا با هم و روابط اروپا با آمریکا، شما ایران کجا این معادله قرار میگیره؟ چقدر از وقت این رئیس جمهور رو میگیره؟ به نظر من هیچی، هیچ جایی نداره و خیلی کمه، مگر اینکه یه اتفاق فاحشی بیفته. بنابراین اینکه چه رئیس جمهوری تو کاخ سفید باشه چندان تأثیری نداره، و شما دیدید و میبینید هر بار، همین اخیر، همین پریروز، همین 6 ماه پیش، وقتی که این جنبش بزرگ مهسا در ایران اتفاق افتاد، خب دیدیم که دنیا چجوری به ایران نگاه کرد، فارغ از این که چه کسی تو کاخ سفید هست. دیدیم که نمیدونم بزرگان زن جهان، سیاستمداران بزرگ، اینا زنهای بزرگن، اینا آدمهای کوچیک نیستن،
وزیر خارجه نمیدونم مملکت بلژیک، وزیر فلان سوئد، اینا نمیدونم ببرالملوک و پلنگ و سلطنه نیستن. ما به خاطر اینکه اسم اینا رو تو خبرها میشنویم احساس نزدیکی میکنیم، احساس سمپاتی میخوایم کنیم. همین بغل دست اون همسایه همونه، الان میریم در خونهشون میگیم مامانم گفت شما پیاز دارین یه دونه به ما بدین. والا اینجوری نیست، اینا خیلی گنده. ولی دیدیم این آدم های بزرگ چجوری سر تعظیم فرود آوردن در مقابل مردم، در مقابل زنان ایران موهاشون رو قیچی کردن. پس بنابراین همه چی برمیگرده به مردم، به ما، از ما شروع میشه به ما هم تموم میشه. هیچ ربطی هم نداره که چه کسی تو کاخ سفید باشه، چه سیاستی کاخ سفید داره. این که پول دادن و قرارداد با... دیدی چند بار به ما گفتن که و کره داد چند میلیارد و پس یوشکی داد و اینا و بایدن پا در سوخته اینطوری کرد. واقعیت که اینا نیست، که واقعیت اصلا این شکلی نیست. حتی کره‌ای ها میگن ما میخوایم که این پولو بدیم شاخو بکشه بره، ولی با دستور آقای ترامپ یا آقای بایدن ما نمیتونیم این کارو کنیم. بایستی قانون در این مورد به ما مجوز بده، برای اینکه این رئیس جمهور 4 سال تو کاخ سفید هست، الان هم 2 سالش گذشته، 1 سال دیگه میره، معلومه نفر بعدی بیاد چه بلایی سر ما بیاره. بنابراین تا قانون تغییر نکنه، تا مجوز قانونی وجود نداشته باشه، ما حاضر نیستیم که اقتصاد خودمون رو با آمریکا قطع کنیم به خاطر اینکه هم پول ایران رو بهش بدیم یا ندیم. گله پدرش، اصلا چیکار داریم ما؟ بنابراین این خبرهای جهل، این خبرهای بیخودی، این خبرهای دروغکی، توافق کردن نیمبن بستن، زور زدن، فلان کردن، اصلا این شکلی نیست. والا به خدا، به پیر، به پیغمبر، به هر چی باور داری نداری، دنیا بر یه مدار دیگه میچرخه. من نمیدونم این بچه خورده ها چه میکنن، چرا این خبرها رو پخش میکنن، پشتشون نمیدونم چی، چرا از این جمهوری کج و موج خامنه ای یه چیز دیگه ای به ما القا میکنن، دلیلشو نمیدونم. بنابراین بذار کوتاه کنم سخنو، برم از آقای سلیمی پرسم که آقای سلیمی چیه ماجرا. امروز هم این آقای خاندوزی یه سری گزارش داد، نمیدونم ما وضعمون اینطوری شد و اونطوری شد، و الان هم که میبینید دلار رسید به 47,000 تومان. پس بنابراین ما توپ نشستیم، وضعمون خوبه و عالیه و هیچ جای نگرانی نیست. میخوام بشنوم صحبتهای شما رو تو این زمینه، و باز برگردیم سر داستان عراق و این پولی که در حقیقت طبق قراری که چند 7-8 سال پیش گذاشته بودن که آقا شما در مقابل دارو و غذا از 3 تا مجرا در سوئیس میتونید استفاده کنید، این پولاتون رو جابجا کنید، غذا بخرید، دارو بخرید، چیز تازه و نوعی هم نیست. بشنم این فرمایشات شما رو از این گزارش خاندوزی تا این اخبار جعل دروغی. بفرم. خب جناب بهبانی عزیز، شما داشتید صحبت میکردید، دوستان فرانسه یاران ما در اونجا که در تمام این مدت 6 ماه زن زندگی آزادی در اونجا بودند و واقعا کوشش های میهن تیوی رو در این دوران هم به ویژه دیدند، میدونید یاران فرانسه آقای فرامرز بهار رو اینا زنگ زدن همین الان، چون دیده بودند، دیدند شما رو که به هر حال به سلامتی در این دور حضور پیدا کردید، هم شاد باشه شما رو زادروز شما رو گفتن، هم برای شما بهبود کامل آرزو کردن و از من خواستن که حتما گفته بشه که به هر حال یاران فرانسه این پیام رو خدمت شما فرستم. ممنونم، این... سپاسگزارم از همه مهر آقای بهار و دوستانش، تشکر میکنم، ممنونم. بفهم و شما به فشرده اشاره کردید که تا چه میزان دروغ، تا چه پایه شگرد تبلیغاتی و اون دوران که میگفتن گفتار درمانی های حسن روحانی، امروز دیگه از اون مرزها گذشته.
دروغ ها رو اینها دیگه نمیدونن چگونه واقعا باید بپیچونن، چون مردم که این فشارها و این دردها و این مشقات رو دارن میبینند. اینکه علی خامنه ای میاد رسما تهدید میکنه و شمشیر رو از رو میبنده و از اون طرف هم اظهار به هر حال این رو داره که میشه توافق کرد و توافق در این دوره با حفظ زیر ساخت ها ممکن هست، ما میبینیم باید اون پشت پرده رو، اون چه که درد و مشقات رنج های زندگی مردم روزانه هست، خب در جامعه ما به هر حال مردم شاهدش هستن، در اون زندگی رو، اون فقر و بدبختی و درد رو دارن زندگی میکنند. شاید این، ببینید آقای بهبانی، من بارها اشاره کردم درصدی از افرادی که به ایران سفر میکنن هر چند مدت یک بار این فاجعه گران شدن ها رو به گونه ای در اونجا ممکنه که حس بکنن، ممکنه حس نکنن، چون دلارها باز قوی تر میشه، دلارهایی که از اینجا با خودشون میبرن اونجا، ولی مردمی که اونجا زندگی میکنند خب این همه چیز رو دارن، درد رو دارن میکشند. صحبت من به عنوان یک فرد که اینجا اخبار و اطلاعات اقتصادی رو پس از پرسش‌های دقیق جنابعالی یک بار دیگر بهش میپردازم و این چشمانداز رو، راستاها رو میگم و دروغ‌های اینا رو افشا میکنم، رو به گمان من مردم ما کامل کامل دارن زندگی میکنن و میدونن خودشون. با این همه ما اینجا شاید یک مروری میکنیم بخشن هم برای هممیهنان خارج کشوری ما که چی داره میگذره در اونجا. خب اون چی که باز هم جنابعالی اشاره کردید، صحبت های همین خاندوزی بود، وزیر اقتصاد و سخنگوی اقتصادی دولت، یادمون باشه با تمام اون ادعاهایی که محسن رضایی معاون اول اقتصادی رئیسی که اون همه وعده ها داد که ما گروگان میگیریم، گروگان نیم میلیون 500 میلیون دلار میفروشیم، خب اینا پولهای خودشون رو هم نتونستن بگیرند، این گروگانی هم که تازه رفتند از اونجا آوردند که سه تا گروه سه نفر برش دادند، خب این چه چیزی اقتصادی برای ما آورد؟ فرض بفرمایید از این 11 میلیارد دلاری که اینا از عراق گرفتند، از این که 2 میلیارد و 700 میلیونش رو تا الان گرفتند، تازه اونم به خاطر اینی که عراق میخواد به خاطر فصل گرماست میخواد گاز و مسائل کشور خودش رو دورانی که گرمای عراق بالاست بتونه با این انرژی تهویه های مطبوع کشور خودش رو یا در محیط های کارخانه یا در محیط های تولید پالشگاهی این گاز رو به مصرف اونجا برسونه، چیزی که از گلوی ملت ما، از حداقل آسایش و امکانات تولیدی و فنی و اینهای مردم ما گرفته میشه، از اون گرمای 50 درجه همین شهرهای جنوبی ایران، از استانهای جنوبی ما مردم در شدیدترین وضعیت، ما بارها گزارشات تابستانی داشتیم که بر اثر گرما چقدر نیروها تلف میشند از نیروهای فنی ما، خب اونها رو میگیرن. عراق میخواد به گونه ای تضمین بکنه فروش خرید گاز خودش رو و تهویه های مطبوع خودش رو و کولرهای خودش رو، در واقع اینها رو میخواد داشته باشه. اون چی که به سر ایران میاد، خب ما آیا این پول 2 میلیارد و 700 میلیون با توجه به این که این کشورهای عربی، کشورهای منطقه خلیج فارس دارن فروش های بیش از 100 میلیارد دلاری میکنن از عراقش، از اماراتش، از کشورهای حتی کوچکش، چه چیزی به ما رسیده؟ به هر حال تمام اون ادعاهایی که محسن رضایی داشت خب اونا که دیگه اوتش کردند، درگیری های بین تیم اقتصادی رئیسی و همین محسن رضایی، مخبر محمد مخبر و رئیسی یک طرف، محسن رضایی رو بردن دوباره یه پست کامل تشریفاتی دبیر شورای هماهنگی چیچی بهش دادند که او رو در واقع کامل از میدان اقتصاد دور کردند. اما این خاندوزی چی میگه؟
ببینید تمام در شرایطی که وضعیت اقتصاد ایران بودجه بارها به بودجه پرداختیم، به سرمایه هایی که فرار کرد پرداختیم، به بحران های صندوق ها پرداختیم. خاندوزی میگه که رشد صنعتی کشور جناب سید جان مهبانی میگه 9.6%. الان 3 هفته نیست که استیفنکه از بانک جهانی، حتی رشد اینها در واقع رشد اقتصادی صفر ندارن، اینها رشد اقتصادی صفر ندارن. این دروغی که اینا 10 ساله که آقا چجوری رشد اقتصادی رسیده به 9؟ چی کار کرده؟ 9.6%. بعد باز اجازه بفرمایید ببینید چقدر جالبه. بعد ببینید میگه که رشد اقتصادی، اما رشد اقتصادی رشد صنعتی رو 9.6% میگه. بعد میگه به گونه ای حرف میزنه میگه که رشد اقتصادی ما هم در این سال 8% خواهد شد. بعد جالبتر اینه که میگه صادرات غیر نفتی ما جهش کرده، صادرات غیر نفتی، نه نفتی که حالا به هر حال صحبت مثلا حدود 2 میلیون برآورد کرده بودن ولی 900 هزار بشکه داره فروش میره. میگه که صادرات غیر نفتی جهش کرده و 53 میلیارد دلاره. حتما تریاک و ایراین رو میگه والا واقعا ببینید از کل تمام گزارش های بعدم نمیگه مال چه سالی، 1401 1402 که اصلا معلوم نیست. بعد کدوم صادرات، کدوم تولید، چه چیزی روانگردان رو میگه به قول جنابالی، یا کاپتاگون رو میگه که به از مرسال سوکیه و کاپتاگون و اینها. خب این اینم میشه به قول شما اینم میشه غیر نفتی گفت، به هر حال صادرات غیر نفتی دیگه. با توجه به اینکه گزارش های دیگری وجود داره که ما همین امروز در بعضی از رسانه ها خوندیم که میگن تجارت مواد مخدر، حالا اون ابعادش به چند کشور رو داره میگه، یک چیزی در حدود چه اعتیادش و چه ضد اعتیادش، میگن یک رقم 30 میلیاردی که من در این رقم شک میکنم چون باید در اونجا هم واقع گرایانه نگاه کرد. اما بعد باز هم تاکید میکنه که بیکاری، نرخ بیکاری های مهمانی کاهش پیدا کرده. خاطرمون هست 2 هفته پیش کشور ما رو در سطح جهان بانک جهانی در ردیف 4 تا اولین کشور فقر زده و دچار بحران سوی تغذیه کودکان و مردم اعلام کرده. یعنی ما در 4 تا کشور اول فقیر دنیا قرار گرفتیم. این میگه که نرخ بیکاری کاهش پیدا کرده. من بارها در اینجا عرض کردم که آقا امروز گزارش میداد آب تو تهران قطعه، از ساعت نمیدونم 1 بعد از ظهر تا 12 شب مردم آب ندارن. برای این کار گفت یه دولت یه ظرفای خودش درست کرده، میاره در خونه ها یه کیسه آب میده دست مردم و تازه اونم محدود، میگه مثلا یه خونه در میون یواشکی در ریمه خونه کسی نبود ولش کن، اینطوری آب مردم رو نمیتونه تأمین کنه. به درستی به این جناب بهبانی عزیز به این خواهم رسید که یک واقعا برخی از جامعه شناسان ما، اقتصاددانهای ما معتقدند که آب و به زودی نان و روغن و شکر به کالاهای امنیت ملی، در واقع امنیت ملی هستند دیگه. یعنی ما در شرایطی هستیم که حتی ساده ترین چیزی که برای قوت لایموت مردم ما هست، یعنی مسئله آب و شرب و باسم به زودی نان در عنوان یک کالا برای امنیت ملی، اینها که میخواستند جهان رو در واقع زیر نگین انگشتری خودشون بگیرند. آب کشور رو اشاره کردید وسط این صحبت، به درستی شما اشاره کردید. به هر حال خاندوزی ارقامی داده، ارقامی که جالب اینه که در همون جا عجیب و قابل دقت اینه که خودشون میگن که، یعنی سایتاشون دیگه علنا می نویسن که 9 ساله که دولت در هر بار، مثلا به فرض سایت هایی مثل دکه ایرانجی و و و اینا دارن می نویسن که هر بار که مشکلات بیشتر میشه دروغ ها هم بزرگتر میشه.
دروغ هایی که ببینید الان رئیسی رفته اندونزی، یعنی یک کشور بدبخت مثل خودش که نرخ های تورمی چند ده هزاری رو پشت سر گذارنده این سالها، این رفته اونجا و میگه که ما اقتصاد الان تا 3 میلیارد و ما این رو تا 10 میلیارد و 20 میلیارد میرسانیم. اینن اون کپی اون سالهای سقوط اتحاد شوروی است که کفش نداشتن توی فروشگاه ها، پنیر نداشتن، کالاهای اولیه رو نداشتن، حتی در اتحادیه ها در قمرهای نزدیک خودشون که نفت داشتن، یعنی در آذربایجان نه در کشف، در به هر حال اون قمرهای یک مقدار بدبختر از آذربایجان خودشون در زمان اتحاد شوروی، نه در اون جمهوری های فقیرتر و بدبختر، در اونایی که به قول خودشون گفتن جزء پنجتای اول جمهوری های اتحاد شوروی بودند، کالاهای اولیه اونجا وجود نداشت یا کم بود یا سهمیه بندی بود، بعد از 70 سال هنوز کپوری بود در اون اتحاد شوروی. اینجا به مراتب از اونجای از اون دوران دهه 80 که دهه سقوط اتحاد شوروی بود، اینا وضعشون به مراتب شاید واقعا ده ها بار بدتر، اینها در فقرند. ما اینقدر در اون اتحادیه در اون جمهوری ها کودک فروشی نداشتیم، عضو بدن بفروشند اندام فروشی نداشتیم. این گزارش تکان دهنده ای که امام علی داره میده، جمعیت امام علی داره میده از وضعیت ایران که چه فاجعه ای در که بهش باز معجزات خواهیم رسید. به هر حال ببینید آقای بهوانی، شنوندگان و بینندگان ارجمند، هیچ خبری پشت این ماجرا نیست. این توافق موقت بایدن با ایران مثل همون دوره ژانویه 2022 که عده زیادی میگفتن که به زودی دیگه در عرض 5 هفته 6 هفته همه چیز دلار کاهش پیدا میکنه، اون موقع تازه دلار 20 خورده ای تومن بود، دلار میاد به 15 تومن 1000 تومن میرسه، اقتصاد بیکاری کاهش پیدا میکنه، نقدینگی آرام میشه، رشد نقدینگی، سرمایه ها کمتر دیگه فرار خواهند کرد، نرخ اجاره، هزینه اجاره کاهش پیدا خواهد کرد و کالاهای اساسی رو ما بهتر و با تورم کمتری به دست مردم خواهیم رساند، مشکلات آب رو حل خواهیم کرد و و و وعده هایی که در اون موقع میداد 1 میلیون مسکن در یک مدت معینی درست میکنیم، تمام اینها رو انجام میدیم و این تحریم ها هیچ فلانی نمیتونه بکنه، با بایدن هم به توافق خواهیم رسید و مسئله تمام خواهد شد. ببینید در یک ابعاد دیگری، در یک فقر باز هم 2-3 برابر، در یک شدید فشار شدیدتر از 2 سال پیش که این رئیسی به قدرت رسیده بود، به مراتب با مشقات بیشتر، فقر و فلاکت بیشتر، اینها عین همون ادعاها رو دارن میکنند. پس ما باید خودمون بدونیم که با چه دروغهایی در خارج کشور حداقل هم میهنان ما باید فریب این حرفا را نخورند. در داخل مردم میدونن که خبری نیست، چون فقر رو دارن زندگی میکنن با تمام وجود خودشون. من فقط میتونم اینو بگم که پشت ماجرای بایدن برای هم میهنان ما در داخل کشور، به فرض این که این دروغ رو هم بگم، به هیچ وجه 120 میلیارد دلار موجود نیست. این دروغ بزرگه، بارها گفتم یک چنین پولی موجود نیست. این کاملا حسابسازی است، همونطوری که خاندوزی گفت که اینقدر رشد داشتیم و فلان و اینا داشتیم، حرف فرزین رئیس بانک مرکزی دروغ محض که میگه 120 میلیارد دلار پول ما داریم و این رو ما میتونیم برگردونیم. یک همچی چیزی وجود نداره. و بعد گزارشی که میدند که دبیر اتحادیه پایاپای آسیایی گزارش میکنه که دیگه به زودی روپیه، روبل، یوان جای دلار و سویفت را خواهند گرفت. این گزارش دیروز دبیر اتحادیه پایاپای آسیاست، یعنی همون چیز تهاتوری، اقتصاد تبادلی مبادله
تجاری تهاتری پاگاپاگ، که خب من باز هم در اینجا صحبت کردم که روپیه و روبل، روبل که در وضع فاجعه باری به سر میبره و یوان و روپیه به هیچ وجه نقش جایگزینی دلار و سویفت رو نمیتونن. اگر میتونستن داشته باشند، این 2.7 میلیارد دلاری که عراق داره به اینا میده، چرا باید اینا بفرستن برای زاویران در عربستان؟ بخشی از این پول رو به اونجا بفرستن، چرا مستقیما به خود بانک مرکزی به فرزین ندادن این پول رو؟ چه مانعهایی وجود داشت که این پولی که میخوان، این پول آب تهرانه که شما الان گفتید، این پول باید بیاد آب برای مردم لرستان، بلوچستان، برای درد فقر این شهرهایی که واقعا دارن میسوزند، کودکان ما از گشنگی، از تشنگی، چرا باید بره برای حجاج این پول؟ چرا اینا برای سوغات و چی و چی و خریدایی که اصلا معنا نداره، که خودش رشد تورم رو، برای اینکه عراقی ها پول تحویل نمیدن عزیز من، ساده است، میگه اون پول تو میتونی غذا، دارو وارد کنی، بخش دیگریش هم همینجا برای حجاج خرج کن. یعنی اینکه هیچی، یعنی ما پولی دست جمهوری اسلامی نخواهیم داد. زبون فارسی سلیس میگه یا دارو بخر یا غذا بخر، یا اینکه پول تو همینجا خرج کن برای همین زوار که اومدن اینجا زیارت کنن، همینجا هر چی میخوای برای اینا خرج کن، هتل بگیریم، نمیدونم مسافرخونه بهتر بگیریم، مجانی بیان، مجانی نرن، هر چی. امروز رادیو فردای گزارشی داده که خط فقر در ایران 30 میلیون تومنه، 30 میلیون تومن. مگه یه حقوق یه آدم چقدر در ما؟ اصلا عجیب غریبه. و بعد دوباره خبرهای عجق وجق، دوباره خبرهای کج و موج. من اصلا متوجه این بازیهایی که اینا راه انداختن نمیتونم بشم. خب یه سری طبیعیه. بله بفهم بفهم. باز هم چون اینها دارن هی میگن که قیمت دلار آقای بهبهانی کاهش پیدا کرده، اینو بگو خیلی خوب. این ببینید، این باز هم یک دروغ دیگره. من اگر این نام ها رو میگم به خاطر این گزارش هایی است که در ایران اقتصاددان ها میگن. برزو حقشناس یکی از اقتصاددان هاست. خب این از داخل کشور، بلا این صحبت ها رو ما در همینجا بارها این ارزیابی ها رو میکنیم، ولی وقتی من یک مثلا اسمی رو، یک شخصی رو، اقتصاددانی رو از داخل میگم، نه تایید نظرات دیگر ایشون هست نه هیچی، فقط دارم این اخبار رو از قول بعضی از افراد داخلی میگم که به هر حال هم میهنان ما بدونن که فقط اقتصاددانان به قول معروف برانداز نیستند، مخالف 100% رژیم نیستند که این حرفا رو میگند. و اینا اینها مسائلی است که در داخل هم گفتگو میشه و به هر حال برخن هم منابع خودشون رو هم از داخل خودمون سیستم دارند. ببینید دلار همون، به گزارش ایشون دلار همون 52,000-53,000 تومنه. این بازی که اومده به کانال 47,000 دلار سیاه، چون میدونیم ما بازار توافقی داریم، بازار متشکل ارزی داریم، بازار نیما داریم، بازار آزاد سیاه داریم، چندین و چندین بازار نرخ در داخل کشور داریم که بارها در این خصوص صحبت کردیم. ارز نیمایی 28,500شون، ارز متشکل نمیدونم متشکل بازار ارزی فلان رو میارن توی رقم 40,000 نگه میدارن. بازار سیاه که خب ما میدونیم 52,000-53,000 بوده، الان میگن 1,500 یک شبه افتاده. اینا همه اینا خودشون میگن که این بازی کاملا موقتی است. پس از این دوره هم باز دوباره یه مقداری از این طلب ها را که گرفتند و اینها رو خرج این ور اون ور کردند و منابع در واقع خودشون رو، منجمد شده خودشون رو اینجا و اونجا در عربستان برای زاویران برای چی، و باز وضعیت فقر بیشتر خواهد شد. کاش که این پول ها اونجا میموند و به یک سیستم درستی
که به هر حال این یه آرزوست البته، بعدم یک روزی خرج ملت میشد، نه اینکه اینطوری این رو بگیرند و باز به این شکل در واقع نابودش کنند، بسوزونند این پول ها رو. به هر حال این موج موجی است کاملا موقتی. به فرض اینکه اینها 40 یا 50 میلیارد دلار دیگر بگیرند، بر طبق گزارش های متعددی که ما داشتیم برای سرمایه گذاری در چند سال آینده، من بارها اینجا عرض کردم که اینها ارقام بیش از 400-500 میلیارد دلاری احتیاج دارند، برای اینکه همین سیستم گاز و نفت و پالایشگاه ها و اینها رو به یک سیستم حداقلی برسونند. تا یادم نرفته همین خاندوزی میگه که پرداخت های عمرانی ما، یعنی هزینه های عمرانی بودجه، بدون مشکل انجام شده. این دروغی است کاملا کاملا آشکار. اینها همین چندی پیش اعلام کردن که روزانه نه 5000 میلیارد تومان، بلکه روزانه 6000 میلیارد تومان پول اقتصاددارای خودشون اعلام کردن چاپ میشه، و این صبح به صبح از بانک مرکزی این پول نقد میره توی بازارها، و حتی یارانه ها رو با این پول هایی که بانک مرکزی هر روز چاپ میکنه، این یارانه ها باید پرداخت بشه. بلا اینا نمیتونن خرج یارانه رو ندارن تا خرج هزینه های عمرانی رو داشته باشن. هزینه عمرانی یعنی چاه های آب، یعنی این سطح هایی که به این وضع افتاده، یعنی وضعیت بحرانی که بسیاری از شهرهای ما، استانهای ما، فقر سیاهی که اونجا هست، مدارسی که بچه ها بچه وضعی هستن و و و اینها رو، هزینه های عمر، راه هایی که اینقدر کشته میگیره، به هر حال پل هایی که خراب شده. ما چند سال های بهوانی شنوندگان و بینندگان ارجمند هزینه های عمرانی رو اینها گرفتند، خوردند و یا به سوریه و به لبنان و به جاهای دیگر دادند. هزینه های عمرانی بیشترین در واقع کاهش رو داشته، و از همینجا معلومه که چه فشاری به مردم میاد که خاندوزی داره دروغ به این بزرگی رو باز در مورد هزینه پرداخت های عمرانی داره مطرح میکنه. در هر صورت تا یادم نرفته میگه که افزایش سرمایه شرکت های سهامی عام از در سال 1400 181,000 میلیارد تومان بوده، یعنی برخی از این شرکت هایی که مال دولته، حالا به فرض ممکنه شرکت سهامی مال یه بخشی از چیز عمرانی باشه، یا یه شرکت سهامی وابسته به قشت های از معلمان و غیر و غیر باشه، اینها رو در توزیع باشه، در خدمات باشه، در چیز در تولید باشه. میگه که افزایش سرمایه اونها از 181,000 میلیارد تومان در سال 1400 به 284,000 میلیارد تومان رسیده. فرقش یعنی حدودا 100,000 میلیارد تومان سرمایه شون اضافه شده. خود این نشون میده که چه بحرانی وجود داره، چون این سرمایه شون اضافه نشده. پول 181,000 میلیارد تومان ارزش خودش از دست داده. در واقع اون سرمایه‌ای که اونجا بوده، حالا ماشین، ابزار، چی و چی هست، قیمتشون چون پول ارزشش کاهش پیدا کرده، همون 181,000 تومان 1,000 میلیارد تومان الان میشه 284,000 میلیارد تومان. چرا؟ چون هر سال 40% ارزش پول کاهش پیدا کرده، سرمایه اضافه نشده. ماشین‌آلات و ابزار و نمیدونم زمین و چیزی از خارج اومده باشه، چیزی تولید کرده باشن، در قسمت دارایی ها، در ستون دارایی های اون شرکت ها اموال منقول و غیر منقول و چیز ارزشمندی اضافه نشده. فقط این پول که کاهش ارزش پیدا کرده و پول اضافه تر شده. این دارایی ها مونده، مثل اون پرایدی که قیمتش به فرض پارسال مثلا 180 میلیون بود، همون پراید یک سال کهنه‌تر شده، الان شده 300 میلیون تومان. عین ماجرا همینه که خاندوزی داره چنین گزارشی میده. به هر حال
تفسیر این اخبار برای به ویژه بقول شما برای بعضی از جورنالیست هایی که ممکنه باسن فریب این قدرت توخالی و پوک و پوچ ادعاهای پوچ و متوهمانه اینها را باز بخورند، من باید این گزارش ها را به روز کنم و بگم که پشت ماجرا هیچ خبری نیست. بر شکستگی علی خامنه ای، دست خالی علی خامنه ای، سرکوب بیشتر قدر قدرتی که داره میکنه به قول خودش، به خاطر اینکه هر روز دستش خالیتر و خالیتر میشه و داره خودش رو آماده میکنه، از یک سو دروغ، از سوی دیگر هم که به هر حال میخواد شمشیر از رو ببنده با سرکوب خشن بیشتر. به هر حال این وضعیت کنونی است. پشت این توافق بایدن با اینها، اگر چنانچه این پولها چند میلیارد دلار هم آزاد بشه، آقای بهوانی یک بار برای چندمین بار این پولها در داخل کشور به درد مردم، به غم مردم نخواهد رسید. ابدا ابدا. الان ببینم این سفری که رفته رئیسی بلند شده رفته ونزوئلا و اینا، دنبال چی میگردن؟ میخوان چی؟ 25 قرارداد امضا کردن، در مورد چی این قرارداد ها؟ چی مثلا چیکار کنن؟ اون داستان نمیدونم نفت بدیم طلا بگیریم فلان اینا که لو رفت، الان دنبال چی هن؟ چجوری میخوان این تحریم ها رو دور بزنن؟ اطلاعی داری ببینید. شما مثلا؟ بله ببینید آقای بهوانی، جا. اون چه که امروز به عنوان این سفر به گمانهایی که زده میشه باید بر مبنای چیزهایی باشه که تا کنون بوده، مگر اینکه مادورو، البته یادمون نره بهش جایزه، یکی از جایزه بزرگ زنان و مردان رو نمیدونم چیه، قهرمان اندونزی رو هم به این دادند. حالا اون جایزه رو اونجا به کدوم دوستا و جان؟ آره مال ونزوئلا، ونزوئلا، من کشور رو اشتباها گفتم، ونزوئلا رو بهش دادند. مادورو بهش یک چنین جایزه اهدا کرده. خب اونجا هم حتما این جایزه رو به دزدا و اختلاسگران و کسانی که واقعا فراریانی که از زندانها رفتند و مواد مخدرهای چند ده میلیارد دلاری دارن در سطح دنیا پخش می کنن. چون ونزوئلا در واقع ایران، متاسفم که این کلمه رو دارم اینجوری ایران خودمون رو دارم میگم، برای من دردآوره، ایران منطقه خاورمیانه در فروش اسلحه، در فروش قاچاق مواد مخدر، قرصهایی که اینجا ما از طریق سوریه و غیر و غیر، کپتاگون هایی که میفروشیم، جنایت، نمیدونم فروش سکس کودکان و و و، تمام این نقش رو باندهای مافیایی همین دوروبری های مادورو دارند. خب معلومه اون باید به یک قاتلی از نوع خودش، چنانچه در نیکاراگوئه ساندینیستا هم همین چندی پیش وقتی محسن رضایی اونجا پارسال رفته بود، یک چنین رد و بدلهایی به هم داشتن. بیگمان یکی از تجارت های اینها همین مواد مخدره آقای بهبانی، بیگمان یکی دیگر مسئله باز هم مسائل بازی در میدان های نفتی است. فراموش نکنیم مادورو در سال پیش به آمریکا نزدیک شده، به بعضی از کشورهای یک مقدار منطقی تر نزدیک شده، کوشش کرده که نفت خودش رو در اون قاره به گونه ای با یک مقدار عقب نشینی ها نسبت به اون کارهایی که در گذشته می کرد، خودش رو یک کمی متعارف تر بکنه با در اون منطقه. یعنی یک سری توافقهایی رو پذیرفت برای اینکه بتونه حجم نفت صادراتی خودش رو بالا ببره. بعدش هم حالا چه محاسباتی؟ خب ما که نیکاراگوئه شناس نیستیم، که ما در نهایت کشور خودمون رو در این جهان پیچیده در وضعیتی که چین داره، بنده نه ادعایی دارم نه هیچی، ولی وقتی که از زاویه ونزوئلا رو، از زاویه اقتصاد جهانی تا اونجایی که به رکود تورم در آمریکای لاتین، مسئله بورس در اون کشور، مسئله پول و کاهش ارزش پول، بحران‌های بزرگ تورم در اون کشور،
ابر تورم در اون کشور، مسئله بیکاری، چی چی مطالعه کردیم. و ضمناً درگیری های او با اون فرد دیگر که رئیس مجلس بوده رو هم ما در یک دوره اینجا تعقیب کردیم. ما میدونیم که در سال 2018 چه بحرانی بر سر ارز اونها، بورس اونها اومد و اقتصاد ونزوئلایی شدن معنایش رو هم بارها در اینجا صحبت کردم. ولی اینکه تغییرات هفتگی و ماهانه اونجا رو ما نمیدونیم، مگر اینکه یک چنین مسائلی در رابطه با ایران به وجود بیاد، مثلا صادر کردن بنزین ما که با بنزین به سیستم ماشینای اونجا نمیخورد و بسیاری از ماشینای اونها در اون دوره که بنزین ما رو مصرف میکردن آتیش میگرفتند، در حین راه رفتن مشکل داشتن. به هر حال ما خبر داریم که ما از اونجا اورانیوم برای تسلیحات خودمون، این خبر رو هم ما شنیده بودیم. و طلا، به ویژه طلا از معادن بزرگ ونزوئلا، طلای زیادی رو ما در ازای صادر کردن بنزین و بعضی از چیزهای به هر حال داخل ایران به اونجا تونستیم طلاهای معینی رو به داخل وارد کنیم که بعد بتونیم، در رژیم تهران میخواست در از طریق پشتوانه طلا بحران ارزی خودش رو که دلار کمتری داره رو حل بکنه، ولی در این زمینه هم به نتیجه نرسید چون مشکلات زیادی در خود خاورمیانه به وجود اومد و بدون دلار اصولا تمام این حرفایی که دارن الان میزنند که همین چند دقیقه پیش گفتم روبل و یوان و روپیه، مشکل ایران رو باز هم بزرگتر میکنه، جانشین دلار نمیشه. در هر صورت یکی از چیزا اینه که فروش مواد مخدر و آوردن دلارها، چون از طریق عراق الان جلوی دلارها را گرفته بودند و یک مدتی غیر از این 2,700,000,000 که الان تازه اونم عرض کردم که به چه طریقی این گردش داره میکنه، ممکنه یادمون نره باز یک ماه پیش یک کشتی بزرگی رو با حدود 800,000 بشکه در اونجا در آبهای همون منطقه اینها توقیف کردند و این نفت رو اونجا گرفتند. به هر حال حرکت رئیسی در اونجا این هاست، یعنی دور زدن تحریم ها، بحران خودشون رو به گونه حل کردن و چگونگی شاید بخشی از توافقهایی که اونها داشتن با آمریکا پس از چند سال بحران نفتی که داشتن، شاید برخی از اون توافقها رو اینها رفتن ببینن که مبنای اونها چی بوده. البته خب رئیسی حتما خودش که نمیفهمه که یه تیمی همراهشه که باید براش تعریف بکنن که اون معاون اول کارشناس بزرگم که همراهش دیگه نیست، حتما کسای دیگری باید، چون اونجا بهشون میگفتن تو این راه دوتا آمریکایی رو بگیریم توی کیسه بکنیم ببریم. چی شد اون طوری... چرا گذاشتنش کنار به نظرت؟ این رضایی بله. چه اتفاقی به سر شما؟ چرا؟ خب محسن رضایی بارها میومد میگفت من معدل با مخبر مشکل، اینا همشهری هم خب یه جوری، اون مال بله. دسفول، اون مال مچه سلیمانه، ولی بله. یه جوری بالاخره نمیدونم دعواشون سر چی بود. به خاطر معدل 19.5 که میگو من در اقتصاد 19.5 داشتم و 20 داشتم، هر موقعی که بحث یاد میشد میومد میگفت که بسپرید به من، من مشکلاتتون رو حل میکنم. خب این ادعاهام بین خودشون، اونها مخبر آقای بهوانی یک دزد کارکشته است، مخبر به مراتب از اون وزیر اقتصاد حسن روحانی در دزدی، در فساد، در کارهایی که در توی ستاد اجرایی فرمان امام و دیگران میکرد. ببینید اینها به لحاظ کارشناسی، کاردانی، اجراییات به مراتب ضعیفتر از کادر اقتصادی حسن روحانی هند، فرهاد دشپسند و دیگران و دیگران هند، یا حتی این مردک فرزین، اون علی صالح آبادی، به اندازه همتی اطلاعات اقتصادی و غیر و غیر نداره، اما در دزدی، در فساد، در غسیل قلب بودن، در اینکه میلیاردها را راحت بلند بکنن، در تجارت آشکارتر مواد مخدر، اینها به مراتب در واقع خطرناکتر از باند حسن روحانی هست. یعنی این باند
چون هر چه که ما جلوتر میریم فساد و دزدی و اختلاس ضریبش بیشتر میشه، کاردانی و توانایی و به هر حال رحم و مروت و یک کمی حتی در چارچوب متعارف حرکت کردن کمتر میشه و اونها بیشتر میشه. شما ببینید وقتی محسن رضایی اومد میخواست به هر حال این میدان رو بگیره دیگه، چهره ای که میگفت من حل مسئله اقتصاد رو با گروگانگیری و ترور، که وزیر امنیت همین پریروز وزیر دفاع انگلستان بریتانیا اومد گفت که رژیم جمهوری اسلامی برخلاف بعضی از آیان ملی مذهبی که هنوز میان میگن که، یا بعضی های دیگر که میان میگن این رژیم این سپاه اینا تروریست نیست، نباید تروریست شناخت چون افراطیگری این حرفا، اون یارو وزیر دفاع انگلستان گفته اینا حکومت ترور و گروگانگیری هست. خب دیگه مشخصه حکومت ترور و گروگانگیری چیه؟ اسدالله اسدیه، اون یکیه، این یکیه، فروش مواد مخدره. در هر صورت اختلاف بین محسن رضایی و مخبر اینه که یکی از یکی خطرناکتر در واقع راه حل‌هایی دارند ارائه میدن که مگه نرفته بود محسن رضایی پیش نیکاراگوئی ها که مسئله مواد مخدر و چیزهای دیگر رو به گونه دیگر حل بکنه. اینها هر کسی یا راه حل، چون محسن رضایی گفت که رئیسی عامل در واقع عدم پیش بردن طرحهای اقتصادی منه، یعنی خودش محسن رضاییه. خب اون طرحهای اقتصادی اونو که مردم شنیدند اون چی میگفت، حرفایی که زده بود در همون دور دوئل هایی که دوئل انتخاباتی که داشت اونجا اومد نشستی مش طرفای قصه‌هایی گفت دیگه. و بعدش هم هیچ شخصی از اقتصاددانها، هیچ تیمی از اقتصاددانها با اینها نیستن، به قول خودشون لیبرال هاشون، نهادگراهاشون، اقتصاد خونده های توسعه گراهاشون، هیچ کسی دیگه با اینها نیست. آقای بهبهانی اینها حرفایی میزنن، قصه هایی، داستان هایی برای خودشون دارن، فانتزی هایی دارن که این فانتزی ها در واقع بنیاد پشت این فانتزی ها اینه که سپاه پاسداران به فرض اون چند میلیاردی رو که برده به اینجا بده، یا علی شمخانی زیادی دزدی کرده یکی می رو باید کمتر می دزدید، یا اینکه فلان پروژه‌ای که خاتم الانبیا برده رو حد مثلا به فرض اگر 600 میلیارد میلیون دلار خورده 200 میلیون دلارش رو میتونست به فرض در یک جا به فلان جا بده که آب مسئله بحران بزرگ ایزه. ببینید ایزه چرا امروز اینطور به این فاجعه کشیده شده؟ بعضی از شهرهای خوزستان اونقدر اونجا بیرحمی قصاوت کردند اینها، حداقل منابع آب، زندگی مردم رو، همه چیز رو نابود کردند در بعضی از این شهرهای خوزستان. رو ما در تشنگی داره میسوزه که به اصفهان و به استانهای دیگر رسیده. ممکنه اینا بگن که به فرض در اونجا باید به جای 700 میلیون دلار 650 میلیون دلار رو میخوردن، 50 میلیون دلار رو میدادن، فلان کار رو میکردن. راه حل ها اینها بیشتر از این نیست. آیه دعواهای اینها دعواهای باندهای مسلح هست با هم دیگر و هیچ کدوم اینها طرحی برای اقتصاد ندارند. و رئیسی از اولم نمیخواست محسن رضایی رو در اونجا نقشی بده، از اول مخالف بود به خاطر اینکه مخبر مخالفش هست و دخالتهای او رو نمیتونه تحمل بکنه. خیلی جالبه که این پس از شمخانی که فرستادنش پارکینگ، که البته حالا یه ایران اینترنشنال یه گزارشایی میده، من به اونا زیاد اعتباری نمیدم، ولی اینکه اینا همشون تو مواد مخدر دست دارن و میگفت نمیدونم اون یارو زیندشتی جنس خالص درجه یک و برای مصرف شخصی خود شمخانی در اختیارش قرار میداده، نمیدونم چون به حرفاشون زیاد اعتباری نیست نمیشه این حرفا رو سند کرد. ولی اینکه همه اینا تو کار قاچاق مواد مخدر دست دارن از روز اولی که این نظام شکل گرفت با اعدام قاچاقچیای بزرگ و فلان اینا و یه موجودی مثل خلخالی که اون نماینده مجلس اول گفت که قراره که بکشید، از همینجا باید شروع کنید چون همه این نماینده ها تریکی هست.
معلوم بود که اینا دنبال انحصار این کار برای خودشون هستن و امروز به این اوج رسیده. امروز تو خبرها بودش که نمیدونم اردن یه پهبادی که داشته از همین قرصای روانگردان جابجا میکرده، از سوریه داشته به مقصد شمال اردن حرکت میکرده، اون پهباد رو دوایی ها زدن و انداختن، چند تن از اینا نمیدونم چقدر مواد همین قرص توش بوده. خب این معلومه که اینا همشون تو مواد مخدر دست دارن، یا به قول شما که به قول شما که نه، حرفای خود یارو مرد که رضایی 19.5 بود که میگفتش که چند تا اینا رو گروگان میگیریم بعد درخواست پول میکنیم و ازمون خوب میشه. ولی این که اینا رو یکی یکی دارن کنار میذارن و در حقیقت یه جوری دارن جا به جا میکنن و فرماندهان قدیمی رو میذارن کنار، یه سری فرمانده های دیگر رو میارن، مثل همین یارو علی آبادی که الان اردن گوشتنش وزیر سمت. اینم خب یه جنایتکار دزد دیگه است که همچی وضعیت بهتری از اون قبلی نداره. باز اگه برگردم به صحبتهایی که در مورد خاندوزی و اینکه رشد کردیم، خب اگر رشد کردن پس چرا وضعیت وزارت صنعتشون این شکلیه؟ چرا کارخونه ها یکی پس از دیگری در حال بسته شدن هستن؟ ریشه این در حقیقت به نظرت کجا قرار میگیره؟ در وضعیت من اشاره کردم آقای مهربانی عزیز، ببینید بحران های بزرگی ما در تولید و در وضعیت سیستم بانکی ما، و اگر وضعیت آب و کالاهای اساسی الان در شرایطی است که بحران برای امنیت ملی به وجود اومده، یعنی هر لحظه ممکنه که جنگ و خونریزی های بزرگی صورت بگیره در یک شهر، در یک استان، به خاطر اینکه مردم دیگه آب ندارند. در به همین ترتیب شما ببینید تولیدهای صنعتی ما در امروز، حتی برخی از این تولیدات ما با مشکل بیابی روبرو شدند. ببینید بارها گزارشگران حوزه محیط زیست و آب این مسئله رو بحث کردن، دنبال کردن، ما دنبال میکنیم بحثای اونها رو، چون خب هیته اختصاصی ما نیست، ولی ما با دقت میکنیم که اینها از منابع آبی کشور، از ذخایر ارز بستر آبی صدها صحبت میکنن. اگه بنده به عنوان یه اقتصاد خونده گزارش مالی میدم از صندوق توسعه، وضعیت موجودی ارزی و غیر و غیر رو میگم، این در واقع آب کشور حتی حساستر از وضعیت ارز کشوره، موجودی صندوق هاست، چون اینا واقعا یک چیزند. شما ببینید وقتی که آب در یک کشوری کم میشه، قیمت آب مدام بیشتر میشه. آب حتی اون صحبت مولانا هست با توی بیابانی که یک دزدی یک جرعه آب رو میخواست با یک کیسه طلای خودش عوض کنه، با یک به هر حال اون چیز دستش بود و به اون فرد روستایی میگه که اون آب تا بده من و این پول رو از من بگیر، که اون بهش مثل این که چنین پاسخی میده که خواه ناخواه آب در دست من، تو خواهی رفت و این طلا به من خواهد رسید. ببینید ما در کشور ما آب الان از حتی دلار و ارز و اینها برای ما مهمتره، چون اینها این پولها رو جمع کردن. شما ببینید هیچ راه حلی برای بحران آبی ندارند و دچار حتی هزیانهای بزرگی شدند، در شرایطی که ما میبینیم در عربستان این درختکاری ها، این سیستم آبیاری، شیرین کردن آب، الان گزارش های زیادی باز کارشناسان و حوزه آب دادن که جنگل های شمال ما، گیلان و مازندران ما الان به نیمه در واقع سالهای پیش رسیده مساحتش. حتی این مسئله مهاجرت نه از ایران به بیرون، بلکه مهاجرت از استانهای فقیر به سمت استانهایی که سرسبز ترند،
میتونه یک بحران مهاجرت رو در داخل ایران با یک فاجعه ای رو برو بکنه. حتی اون استانهای خب در دریاچه رضایی که خوش شده، تا تالاب گابخونی که اونطوری شده، این یک صد در فلانجا که به هر حال ذخایر آبیش به پایان رسیده. ما هر جا رو که نگاه میکنیم بحران آب در منطقه هیرمند، در بلوچستان و در اون استان که فاجعه ما با جنگ طالبان و اینها حالا فعلا خورده آرام گرفته، ولی آبی که بهشون نرسیده، که تانکرهای آبی که میارن برای لرستان، آخر لرستان با پشت اون کوههای زاگرس در اون منطقه، شما بگید به سمت غرب کشور برید، خب یک چنین جاهایی باید مناطق خوش آب و هوای ما می بودند. در اون استانها ما دچار کم‌آبی هستیم، برای اینکه اینها بارها گزارشگران هشدار دادن این آبها را به خرج بر صنایع فولاد، آب در صنعت فولاد زیاد مصرف داره، به اونجاها بردند و یا به کشتهایی رسوندند که کشت پسته و غیر و غیر و غیر، این آبها را هزینه اونها کردند. خب مردم امروز میزان چاهایی رو که گزارشی اومده که اگه اشتباه میکنم یک رقم چندین و چندین ده برابره در واقع 40 سال پیش بوده، خب الان رقمش دقیق یادم نیست 700 هزار بوده یا چی بوده، یک رقم فاجعه باری است. چاهای عمیق در کشور، تمام آب من ایران رو ما از زیر زمین چلوندیم، کشیدیم و در این موقع نابودش کردیم منابع آبی ما رو. خب در این شرایط وضعیت کشور به گونه ای هست که تولیدات صنعتی ما پس از این مشکلات بیشتر شده، ما کاهش در تولیدات صنعتی داریم. عرضم که نداریم که واردات رو جبران بکنیم. با چی چیزی میتونیم به مردم برسیم؟ با این دروغ دیگه که جهش صادراتی نمیدونم 58 میلیارد دلار، فقط دروغ میتونن بگند، همونطوری که فقط میتونن اسکناس چاپ بکنن. به این یارو گفتن آقا وضعیت امنیت ملی در خطره، تو حالا برو 2 ماه دیگر هم دروغ بگو تا شاید ما بتونیم به هر حال این جنبش رو سرکوب کنیم، وقت بخریم، تا شاید آقای رئیس جمهور بره در اونجا با مادورو صحبت بکنه، تا شاید یه مقدار 2-4 میلیارد دلار بیشتر تونستیم به مواد مخدر بفروشیم، تا شاید بتونیم یه توافقی با فلانی بکنیم، یه مقدار پول بیشتری بگیریم. آخه اینا یک قلم رو نتونستن کنترل بکنن. شما ببینید اینها بیش از 1 میلیارد قطعه کوچک آوردن از دنیا، از چین و غیر و کشورهای دیگر آوردن به منطقه، از این پهباد ساختن. آقای بهبانی گزارش در مورد ساختن پهباد، اینا در عرض 3 ماه، گزارشات رو که من دنبال میکردم، در عرض 3 ماه میتونن از کشورهای گوناگون تمام قدرت خودشون رو گذاشتن که یک تولید پهباد رو بتونن به میزانی تولید کنن که به آقا بالا سر خودشون یعنی روسیه بدن و در این جنگ شرکت کنن و به آمریکا بگن که ما قلدریم، ما میتونیم پهباد تولید بکنیم. این همه مشکلات آب و تولیدات شرکت های نمیدونم دانش بنیان و مسائل مختلف کشور و پیشرفت های حد اقلی و تمام اینها که به علی خامنه ای گفته بودن ما پیشرفت کردیم، همین یه پیشرفت بود به قول خودشون که پهباد بسازن که اونم بدن به روسیه، روسیه بره از اون بالا دود بکنه بندازه رو سر مردم اوکراین رو بکشه. 1 میلیارد قطعه از زنزورها گرفته تا قطعات کوچک گرفته که خیلی از کشورها نمیدونسته اینا میخوان با این کلرگازی تهیه کنن، یا یک قسمتی از ماشین پراید رو استفاده کنن، یا برای یک تراکتور استفاده کنن، یا برای یک قطعه وسایل خانگی استفاده کنن. اینا رو ورداشتن با هم دیگر جمع کردند به صنعت پهباد رسوندند. خب در صنعت امروز دنیا میشه این کار رو کرد، قطعات رو میخرن مشابه اون رو استفاده جنگی کردند. این پیشرفتی بوده که در این 1 سال اخیر اینها کردند که تونستن صدها و یا چند هزار پهباد تولید کنن، همین، فقط همین، و اینو بدن برای این ور اون ور
4 تا 5 تا 50 تا رو بدن به مثلا به فرض به لبنانی ها یا اینکه به فلسطینی ها جهادی ها بخش بزرگی رو که از این ور دادند و بعد آذربایجان رو بترسونن بگن مثلا آذربایجان اون منطقه رو که بگن ما پهباد داریم. خب طالبان که نمیتونن بترسونن که طالبان سلاحهای آمریکاییش رو دارند. وضعیت اینها اینه، این کاهش، این که اینا گفتن تورم رو مهار بکنیم و تولید رو افزایش بدیم، تمام هزینه‌هایی بود که علی خامنه‌ای تولید در واقع سلاح اقتصاد مقاومتی فقط و فقط یک چیز بود، همین پهباد بود. مقاومت اینها تولیدات صنعتی نبود که خاندوزی داره دروغشو و بلوفشو میزنه، بلکه همین ادوات و ابزارهای جنگی بود که اون هم دیدیم که اینها رو نجات نداده و پول ما رو اینها نمیتونن از کشورهای دیگر بگیرن. به هر حال این قسمت رو هم اجازه بدید که در اینجا فعلا خاتمه بدم جناب بهبهانی عزیز. ممنون، سپاسگزارم. بذارید که یکی دو تا دیگه فکر میکنم بریم سراغ تحلیل سیاسی. یک نشستی در فرانکفورت بود، حزب چپ اعلام نمیدونم مواضع جدید کردن. نگاه شما رو به این نشست میخواستم ببینم چی بود، اصلا دنبال چی بودن؟ اونجور که معلوم بود فقط این کلمه نمیدونم فدایی رو نمیدونم از توش در آوردن. چیه ماجرا؟ بله، پس از البته این مطلب رو چشم، من میدونید که واقعا نه علاقمند بودم و هستم به این جریان کوچک که هیچ نقشی در زندگی واقعا هم شما میدونید که اگر فقط پرسشی اگر از طرف دوستی شخصی کسی اومده، به خاطر اینکه به هر حال من از پیشینه این جریان اطلاع دارم، حتما مورد توجه شما قرار گرفت یا دوستانی قرار گرفت که از من بپرسند. الا من خودم شخصا علاقه ندارم، چون این جریان جریانی به نام حزب چپ که چند سال 7-8 سال پیش با ادعای این که دو سه جریان رو میخواد با هم دیگر یکی بکنه، به خاطر اینکه هیچ نقشی در زندگی در نه اون دوره 7-8 سال پیش نه در سالهای پیشتر از اون داشته و نه در همین دوران زندگی آزادی واقعا هیچ نقشی نداشته، چون اکتورهای اینها شخصیت ها افرادی که این دروبر میشناسیم به ندرت، حتی شاید یکی دو نفر مثلا در شهر کرن و یا یه تظاهرات موقعی که تظاهرات ها داشت پایان پیدا میکرد گذاشتن، ولی بعد البته ادعاهایی هم کردند که ما فلان کار بسر کرد. ولی واقعیت اینه که این جریان که از سه جریان به وجود اومده بود، از اتحاد فدایان و اکثریت و یک جریان مستقل های به اصطلاح چپ ایجاد شده بود که مستقل هاشون هم در واقع سالها عادت داشتند که در همین جریان فدایی بودند. و خب دیگه سرگل اینها هم همون جریان اکثریت بود که سالیان طولانی در دست افرادی مثل فرخ نگهدار و مهدی فتاحپور و اینها بودند که اینها واقعا یک جریان لابی این رژیم بودند و هنوز هم به شکلهای پیچیده اونها لابیگری های خودشونو اگر بتونن برای مجلس آینده که در همین پایان امسال هست خواهند کرد به شکلهای گوناگون. الان هم که علی خامنه‌ای داره عقب نشینی میکنه به اصطلاح جام زهر رو داره مینوشه، یه مقدارم به خاطر اینه که انتخابات مجلس نزدیکه، بازی های انتخاباتی لیست مشترک دادن از به هر حال افرادی که در اون مهدی نصیری نمیدونم کی تا اصلاح طلبانی که میخوان دوباره بیان مجلس رو بگیرن از دست غالیباف بگیرن، انگار که غالیباف یا مثلا با لاریجانی فرقی میکنه اینو. به هر حال اینها بخشی از این جریان های این درون حزب چپ که یکیش همون سازمان اکثریت بود و بخشی از افرادی از اتحاد فدایان بودن و تعدادی از مستقل ها، اینها گاهگاهی به هر حال حرفایی میزدن، ولی عمدتا در دورانی که چرخش های به فرض داخلی بود اینها به گونه ای پشت همین ملی مذهبی ها، همین سه چهار تا آیان ملی مذهبی هم با اینها نزدیک می شدند و واقعا اینها تقصیر کارند، به خاطر اینکه با هر دور عقبتر از وضعیت مردم بودند.
اصطلاحات گوناگونی را میارن. یه دور میگن انقلاب نباید بگیم، بگیم مثل آقای مهراد مشاقی بگیم اسقلاب، یعنی انقلاب به اضافه اصلاحات و انقلاب و قاطی میکردن. اینجور واجه های مندرآوردی رو مطرح میکردن. بعد از مسائلی صحبت میکنن که واقعیت اینه که نه نسل جوان کسی اینا رو میفهمه آقای بهبانی، نه پیشینیانی که به امر استراتژی و تاکتیک و زندگی مردم آشناهند از اینا. اینا اون هر دو به گمان من هر دو مشکل بزرگ رو با هم دیگر یکجا دارند. اینها هم همراه برخی از احزابی که در یک دورانی صحبت از اتنیک ها می کنند، تأکید می کنم حق عدم تمرکز و حتی خواسته هایی که در مورد برخی از حقوق فدرالیستی در کشور مطرح می کنند که تحت عنوان عدم تمرکز، چون کلمه فدرالیزم در واقع به فارسیش اون فدرال و غیر بگذاریم، یعنی به گونه خودگردانی ها یا حقوق شهروندی که برای همه کشور باید رعایت بشه. در بعضی از جاها فقر بیشتره و شدیدتره و سرکوب های به هر حال قومی تیرو و توارهای ما در اون قسمت ها زیر فشارند، قابل فهمه. ما اینا رو عمیقا در تمام عمر سیاسی ما تجربه کردیم. این حقوق شهروندی رو باید رعایت کرد و ضایع شده. ولی اینها در این حزب چپ تا حد برخی از جریان های هویت طلب قومی میرن جلو، از اون ور حداقل اونا یک رادیکالیزمی توشون هست در مبارزه با به هر حال اصلاحات و نمیدونم رژیم جمهوری اسلامی. اونا اون رادیکالیزم رو داشتن در خیلی از دوره ها. اینها اون رادیکالیزم رو هم ندارن، یعنی اینا به دو مرض دچارند، مبتلاند. من صراحتا کلمه مرض رو به کار میبرم چون این مرض مشکلی هست که آسیب شناسی جنبش بوده. اینها روی هر دو مسئله غش دارند. از یک سو با جناحای از حکومت در تمام این سالها در واقع به گونه لابیگری کردن با بخشی از بروچه های ملی مذهبی که واجه هایی مثل تحول طلبی و اینا رو به جای رستاخیز میهنی ضد تبعیض یا خود انقلاب به کار میبرن، میگن باید تحول باشه. تحولشون رو معلوم نیست چیه. تحولشون اینه که سپاه پاسداران رو ما تروریست نشناسیم به حرفای از این نوع. از یک سو اینها تا مشارکتی ها، تا امیر ارجمند، تا ملی مذهبی ها، این نوع چپ که نام چپ به گمانم اینا چپ نماها هستند، تا اونها جلو میرن. از یک سوی دیگر با نیروی های هویت طلب قومی تا اونجا پیش میرن. یعنی هر دو مشکل رو در درون خودشون دارن. بنابراین جریانی هم هستن کوچک و قابل اصلا هیچ وقت قابل توجه هم نبودند. من فکر میکنم که پرداختن به اینها هم در همین حد هم واقعا زیادی بوده، چون این نیرو نه قدرت سازماندهی داره، نه قدرت شرکت در اکسیون ها رو داره، نه آینده ای واقعا اشخاص اینها، شخصیت ها اینها. و منتها در شگرت های تبلیغاتیشون اجازه بدید، جامعه ما یک جامعه آقای بهبانی، این همونطوری که سریال گاندو دعواهای بین اطلاعاتی ها رو نشون میداد، شما ببینید یک سریالی هست به نام جادوگر. خب در این جادو سریال جادوگر که 13 شماره به هر حال بوده، اینا رمالان رو در کشور نشون میده. کشور رمالانه، دروغ فروختن، نمیدونم مردم رو فریب دادن، فاول میگیرم فاول پشه، شاهد بشه شاهد نشه، ربل میندازم ربل پشه، شاهد بشه شاهد نشه. بخشی از این سازمان های سیاسی این همون رمالانند آقای بهبانی. غیر از رمالی واقعا کاری که فرخ و نگهدار و بعضی از افراد نزدیکش کردند و یا بعضی از همین نیروهای وابسته به اصلاحات و دیگران کردند، واقعا کار اون رمالان در همون سریال جادوگر، این همون زندگی باستولید میشه در بخشی از اپوزیسیون. و این فاجعه رو به هر حال مردم ما تحمل نمی کنند. من البته امشب شما مسئله این نیرو رو مطرح کردید، من این رو اشاره کردم، ولی در
قسمت های دیگر جنبش در جاهای دیگر ما بارها نقد کردیم. این به معنای این نیست که در جناح راست فاجعه های بزرگتر از در بین سلطنت طلبان مدعیان پادشاهی خواه فاجعه هایی به مراتب بزرگتر از این وجود نداشته باشه. متاسفانه بخشی از اپوزیسیون ما هم در درون این چالش می سوزه. تشریف که نداشتید یک قسمتی از صحبتهای من با جناب دکتر انباری این بوده که در هر چهار عاملی که برای تعیین استراتژی آینده راه انقلاب ایران هر چهار عامل یعنی هم اپوزیسیون هم حکومت و رژیم جمهوری اسلامی دو و سه مردم ایران به عنوان نیروی محرکه انقلاب و کشورهای خارجی یعنی غرب و چین و روسیه در هر چهار سو که برای تحلیل استراتژی ما باید این چهار عامل رو ما بررسی بکنیم، آنالیز بکنیم، هم گذشتهشون رو هم آینده و چشماندازها رو، در هر چهار سو هر چهار عامل هم چالش ها وجود داره، هم فرصت هایی هست که باید ازش استفاده کرد و هم تنگناها و آسیب های بزرگی که میتونن بزنن. یعنی همزمان ما در اپوزیسیون اگر بخوایم بگیم اینه که بخشی از خود اپوزیسیون خودش مانع رشد همین اپوزیسیونه در خدمت و خیانت روشنفکران. در خب در کشورهای خارج هم همینطوره، غیر از روسیه و چین که دشمنان قسم خورده ایران هستند، ما میبینیم در همین جهان غرب چقدر اینها به قول فرمایش شما میگه ترامپ بیاد، او یکی میگه بایدن بیاد. خب اینا چه دستگلی به سر ایران زدن در همین مدت؟ هیچی. به این ترتیب جناب بهبهانی در هر چهار عامل ما با جناب انواری این بحث رو داشتیم. امیدوارم که در فرصتهای دیگر من هر یک از این چهار عامل رو به شکل به هر حال با آنالیز های مشخص بگم که در کجاها هم اینها چالش سا و ایجاد تنگنا در جنبش در تعیین راه های جنبش انحراف ایجاد کردن و هم برخی از اینها در یک دورانی کمک کردن. اپوزیسیون را اگه ما بخوایم نگاه بکنیم ببینید در همین شش ماهی که جنبش مردم داشت که پیش میرفت چه ضربات این اپوزیسیون خارج کشور واقعا به نیروی به جنبش داخل زد که این بررسی بسیار بزرگی است و کاتگوری حزب چپ در اون قسمتی قرار میگیره که نه تنها در شناخت استراتژی در این سالها کمکی نکرد، نه تنها در حرکتهایی، حتی یادتون هست در دورانی که مسئله چیز داشت پیش میرفت، حمید و نوری داشت پیش میرفت، برخی از همین نیروها در اول یک راه دیگر را داشتن میرفتن، کمک نمی کردند. در همین جنبشی که ما داشتیم واقعا اینا کنار با میزدن میگفتن لنگش کن، تا این جنبش که کاهش پیدا کرد اومدن به میدان گفتن من اونم که رستم بود پهلوان، رفتن دو تا جلسه گذاشتن. حالا ایران اینترنشنال چرا این جریان کوچک رو آورده آب توی چیز اینا یا روغن توی غبغب اینا میریزه دیگه مسئله ایران اینترنشنال. حتما روابط آقای دوستان ملی مساوی به گونه پشت یک زدوندهایی قرار گرفت، همزمان با اینها یک جریان دیگر جمهوری خواهی، جمهوری خواهان دموکرات لایک که مبارزانی هستند حداقل شناخته شده، حداقل لابیگری برای رژیم جمهوری اسلامی نکردند. همزمان با اینها اونا تو فرانکفورت بودن، اینا تو بروکسل. کسی از اونها ایران اینترنشنال از اون جریان مبارز گزارشی نداد، ولی از این جریانی که پیشینه لابیگری داره در همون آخر هفته حتی در همین جای ایران اینترنشنال اینها میان از کسانی گزارش میدن که در یک زدوبندهای در واقع رسانه‌ای با هم دیگه هستن. و این هم به هر حال چون به یادم اومد عرض کردم، حقش بود که از اون جریان جمهوری خواهی گزارشی تهیه میکردند که یک جریان در واقع سالمتر هست به لحاظ پیشینه و به لحاظ چشماندازها، خواهان اینه که این رژیم رو پایین بکشن کامل و در دوره های مختلف دچار بحران نشد جمهوری خواهان دموکرات و لایک. جریانی بود که اموهوشنگ کشاورز صدر ناصر پاکتابن در گذشته اون رو تأسیس کردن، البته در سالهای بعد بحران همراهی کامل نداشتن، ولی جریانی بود که به لحاظ پیشینه جناب بهبهانی سالمتر هست و به هر حال یک پیشینه مثبتتری داره و حرفایی هم که امروز میزنه روشن تره. فکر میکنم که به اندازه کافی در این مقوله
فرایزی داشتیم. داستان اینجوریه که همین داستان بزرگ نمایی اینها و خبرهای جعل و اینا کارو به اونجا میرسونه که خب همین حرفای خانم یاسمین پهلوی که خیلی آدم تعجب میکنه که چطوری آخه ایشون میاد میگه که من ربطی به همسرم ندارم. خب ایشون ربطی به ایشون نداری، اصلا شما محلی از اعراب نداری، اصلا شما موجود شناخته شده ای نیستی، که شما همه اعتبارت همه تعریفت اینه که همسر شاهزاده رضا پهلوی هستی. اگر دختر آقای اعتماد امینی یه چی؟ از برادر شما کسی حرف میزنه؟ برادر موفق شما، یه آدمی که از جوانی اینجا بوده رو پای خودش وایساده، صاحب ثروت مکنته، اصلا ایرانی ها میشناسن اونو؟ نه. کسی میدونه اون تو ساکرامنتو چی کار میکنه، چی کار کرده؟ نه. شما تا زمانی که همسر شاهزاده رضا پهلوی نشده بودی هم کسی شما رو مثل برادر پایین تر، برای اینکه برادره گفتم صاحب شغل و مقام و درس و تحصیلات، شما هیچ کدوم اینا رو هم نداری، نه درس خوندی نه نمکاری کردی، همه اعتبار تو از این میگیری که همسر شاهزاده رضا پهلوی است. یعنی چی من یه آدم مستقلم؟ خب برو بر خودت. این همه آدما توی فضای مجازی حرف میزنن، کسی میره دنبال حرف اونا بیارن راجبش رو حرف بزنن؟ دنبال حرف تو میان برای اینکه تو اعتبار تو از شاهزاده رضا پهلوی میگیری. یعنی چی من خودم نه، شما هیچی نیستی، هیچ کس نیستی، همه هستی تو منوط به شخص رضا پهلویه. تو همون آدمی هستی که سال عید نوروز 3 سال پیش در گفتگویی که وایس آف امریکا ترتیب داده بود، مسیح علی نژاد و سامان اربابی اومدن تو خونه شما با شما گفتگو کرد که اول ماچ کرد، کی نمیدونم چرا و خاموش کرد، یک مصاحبه زشت بیپایه با شما انجام دادن. شما اونجا گفتی اصلا ما نذاشتم بچه هم زبون فارسی یاد بگیرن، برای اینکه نمیخواستن، ایران برای ما اهمیت نداره، اینا ضبط شده پخش شده. شما گفتی اصلا من تو خونمون اجازه نمیدم کسی حرف سیاسی بزنه، بحث سیاسی بکنه، من اجازه ندادم بچه هم فارسی یاد بگیرن برای اینکه نمیخوام راجع به ایران حرف بزنن. حالا امروز خوبه تو در مقام ملکه ایران رو نمیدونم شهبانو ایران، نه عزیز من، نه به داره نه به باره. شما همونی که گفتی که همسر شما مجبوره برای کاری که میخواد انجام بده بره تو زیر زمین درار ببنده، اونجا اگه میخواد یه کاری انجام بده با کسی حرف بزنه اونجا از محیط خانواده دور باشه. اینا ضبط شده، اینا پخش شده، اینا آرشیوه. یعنی چی من آدم مستقلم؟ شما یه آدم مستقلی هستی که اصلا ایران برای اهمیت نداشته. شما این رفتارهایی که میکنید باعث میشه که یه موجود کثیف زشتی، من بارها این داستان رو تعریف کردم که صادق زیبا کلام کیست؟ در سالهای ابتدای همون دهه 50 خودمون، همون تو اون داستانهای بگیر و ببند ساواک و نمیدونم برچیده شدن سازمانها و نمیدونم دستگیریها و اینها، در یه تابستانی که صادق زیبا کلام که دانشجوی رشته شیمی بوده، من نمیدونم حالا چرا اومده علوم سیاسی، اونم هنوز نفهمیدم، از دانشگاه بدفورد
میاد تهرون، تو فرودگاه بالاخره گیر میکنه، ساواک میگیردش. آقای دیوید اوئن که اون موقع وزیر خارجه دوره جیمز کالاهانه، جیمز کالاهان از حزب کارگر قبل از اینکه خانم تاچر بیاد نخست وزیر بشه، جیمز کالاهان نخست وزیر انگلیس، دیوید اوئن وزیر خارجش، در به در دنبال یه رفیق شاه میگشته که پیدا کنه، اون رفیق شاه پیدا بکنه، از شاه ایران بخواد اون رفیق که این دانشجو رو رها کنه. شما به من بگو آقای دیوید اوئن برای همه دانشجوهایی که دستگیر می شدن اینجوری می دویده دنبال رفیق شاه می گشته؟ چه چیزی در وجود صادق زیبا کلام وجود داشته که وزیر خارجه انگلستان نگران دستگیریش بوده، می خواست آزاد بشه؟ امروز بیاد بگه که یه فرد دموکراتیک تو اپوزیسیون وجود نداره، این افراد هنوز به قدرت نسیدن اینجوری صحبت میکنن، وای به حال روزی که به قدرت برسن، و بعد در ادامش این مزخرف رو بگه که امیدی به اعتراض در بین مردم از بین رفته، در حالی که شما داریم میبینی اعتراضاتو. دیروز یارو آخونده رو نمیدونم تو خیابون رودکی تو تهران داشته میرفته، نمیدونم چه شهرداری بوده، یه جوونی از تو مترو تعقیبش میکرده، پریده به جن که عمامشو بزنه گردنشو زده. یا اون یارو نمیدونم چه قول بیشاخودم کرموشا رو، یه دختر و پسر، یه جنایتکار رو با تیر زدن از پا در آورد. شما پیروز تو مراسم تولد پیرکیان پیرفلک میبینی که بین گزمه ها و مردم درگیری میشه، یک گزمه کشته میشه، چند تا زخمی میشن، پسرموی اینم کشته میشه. چی رو امیده به اعتراض مردم بین رفته؟ من اتفاقا همین جایی که رسیدید جناب بهبهانی، اون قسمت قبلی هم که جناب علی از من پرسیدید، ببینید یکی از مسائلی که دچار بحران شده همین واژه هاست، حرف های درست، اهداف درست زندگی است. ببینید شما میدونید که دیروز برلوسکونی رئیس دو دوره یا دو دور سه دوره رئیس جمهور ایتالیا فوت کرد، نخست وزیر. ایشون در واقع خدا و سلطان ایتالیا بود. ما که در اینجا زندگی میکنیم و شما هم که برای دوران زیادی در رسانه بودید و حتی در اروپا بودید میدونید که این شخص چقدر قدر بود. این همزمان با نخست وزیران صدر اعظم های بزرگی که در آلمان در انگلستان بودند در دوره های بحرانی و حساس نقش بازی کرد در کشور خودش در ایتالیا. و این خدای رسانه بود، یعنی چند میلیارد از طریق رسانه قدرت رو در واقع قبضه می کرد. خاطرتون هست که در حتی سقوط معمر قذافی اون به این می گفت که به هر حال به زلویو در اون روزهای آخر از این کمک میخواست، معمر قذافی میگفت زلویو تو دیگه کجا، تو دیگه چرا کمک نمی کنی؟ بعد ما میدونیم اینها از بالا که بمب میداختن سرکوب میکردن، خب پولهای میلیاردها پول اونها در همین ایتالیا و اینها بود و در بالا کشیدن این پولها، پولهایی که بالا کشید و بعد این رو خرج رسانه کرد و از طریق رسانه در دورهای مختلف این تونست افکار عمومی رو مانیپولاسیون کامل بکنه و قدرت رو در یک کشور به هر حال موقعیت بالای اروپایی در دست خودش بگیره. چرا این به این مسئله دارم میپردازم؟ خب جنگ رسانه که شما اشراف زیادی دارید، این جنگ ترکیبی هایبریدی که در دنیای امروز
یکی از اون جنگ ها همین جنگ مجازی، جنگ رسانه است که هم جنگ سایبریه، هم پروپاگاندا، تبلیغات، هم جنگ روانی رو در حال آن واحد چند جنگ رو همین جنگ رسانه ای کسانی که رسانه رو دارند میتونن بچرخونند. امروز با عربستان میچرخه، فردا با در همینجا چهار تا شهره مثل مثلا فرض بگی پسر خزالی رو بزرگ میکنه، نگه میداره در آب و نمک میخوابونه، یا یک روز این زیبا کلام رو منتقدش میکنه که بعد در یک جایی بیاد ضربه رو کامل بزنه و این ناامیدی که میخواد ایجاد بکنه بیشتر از اون به اصطلاح تبلیغاتی بود که در یک دوره به نفع، مثلا اگر یک جایی از زندگی آزادی به فرض حرفکی زده باشه که جوانان اعتراض کردن حق دارن، نه از اون جنبش، ولی اینا رو نگه میدارن در تلویزیون ایکس و ایپسیلون و کانال یک و کانال هزار و اینا میارند که اینها بگونه ای در یک جای یک انتقاد کاری بکنن و در یک جایی بدن ضربات کاری بزنند، کاری که سالیان طولانی فراماسون ها با جنبش ها کردند و سرکوبگران بزرگ کردند، لوشای گوناگون در کشورهای 100 سال پیش چیز بنایان آزاد فراماسون ها کردند و اینا همزمان هم این طرف بودن هم این طرف بودن، هم وسط که کسی می اومد بودند. در ایران ما کم این چهره نقش بازی نکردند که شما الان به شکل سوال مطرح کردید. خیلی از دوروبری های شاه و فقید هم همین آدم هایی بودند که در واقع با دنیا از شاپور رپورترها گرفته تا افرادی که نفوذی های اونها بودند. خب اینها باید از زبان کیها حرف بزنن؟ از زبان آدم های کم دانش، کم بنیه، آدم هایی که در یک جاهایی به دلایلی قرار گرفتن ولی پشتوانه نه علمی دارن نه هیچی، آدم های رسانهی به قول پوپکایی که کوک میشن یک دوره یک چیزی رو و از یک منبع الهام معینی اینها رو میتونن برای یک دوره کوکشون بکنند که اینها بیان یک نقشی بازی بکنند. شما سیستماتیک روی یه آدمی کار کن، میگم رمالی همینه دیگه، شما از طریق 3 تا آدم به یکی نزدیک شو. حالا دیگه این فضای به هر حال توییت و نمیدونم توییتر و غیر و ذالک براشون چیز بفرست، خب این آدم بزرگ میشه، بعضی مدتی فکر میکنه که واقعا کسی هست، بعد وقتی یه مدتی حرف میزنه 4 تا فالوور پیدا میکنه تو این دنیای رسانه امروز، همون چیزی که اشاره کردم به فرض در اونجا اونها روزنامه ها رو برلسکونی در اون دوره داشت، امروز که اینها از طریق یهو میبینی خانم علی نژاد شده یه کوه، آقای اسماعیل اسماعیلیون شده یه کوه، خب به هر حال پیشینه کجاست، زندگی چی بود، حالا یک دوره خب به هر حال کوشش کرده، یا آقای آخوندی مثلا خب اومد ما همه حمایتش کردیم، چند هزار نفر بودیم، الان میره در یک شهری 200 نفر در پاریس، خب باید بدونه هر کسی در حد خودش به هر حال بتونه پرش بکنه، فکر نکنه که حرفای آقا اصلا سننه که بیایی بگی که به فرض مثلا شاهزاده رضا پهلوی تنها گزینه هست یا نیست. آخه علی رضا جان آخوندی تو در موقعیتی نیستی، بارها در اینجا گفتیم که هر کسی باید به اندازه وزن خودش، بهرحال اگر موقعیتی گرفتی برای پاسداران حرف زدی، درست رسانه است، درست آدم هر نظری هر حرفی میتونه بزنه، ولی آدم دچار توهم نباید بشه، آقا هر کی در فونکسیون خودش در نقش خودش بشینه. آخه اون کسی که خانم شیرین عبادی رو برد جز 10 نفر 8 نفری که بخواد بیاد برای ایران، خب آقای عبدالله مقتدی اگر شما نمیشناختی که خانم شیرین عبادی یک زن فرهیخته کشور، یک فرد نوبل برده، در حد خودش شناخته شده است، فرهیختگیش و ابعاد شناخته شدنش به زبان دقیق تر این بود که در یک دورانی اون جایزه نوبل رو برد و خدمتی به در جامعه حقوق بشری، کمک های مبارزه حقوق بشری به کشور کرد. آخه ایشون در موقعیتی نبود و نیست و خودشم به هر حال اون ادعا رو نداشت که بیاد جز رهبران سیاسی کشور قرار بگیره. اونهایی که میان باش میرن اینو این شخص رو، حالا دیگه اون جریان مهسا تمام شد، حتی خانم شیرین عبادی که قابل مقایسه نیست
با خانم یاسمین پهلوی قابل مقایسه نیست. خب این مشکلات فرهنگی ماست آقای بهبهانی، این مشکلات فرهنگی همون گونه که در قسمت قبلی از چپها گفتم که رمالان، کسانی که عادت کردند، کسانی که 40 ساله که شغلی نداشتند، حق به اصطلاح به قول معروف سوسیال هلفه گرفتند، یه گوشه یه کاری که کردند، عادت داره که بره در یک جایی در یک محفلی بشینه، هیچ کار پرودکتیو نکرده، هیچ مطالعه هم نداره، همین اخبار هم میشنوه و میخوابه. خب این آدم رو شما میخوای بیاری کوک بکنی؟ این نه بلد امروز تظاهرات بکنه، نه دوزار کمک میکنه، نه یه ماشین میگیره باش حرکت کنه بره جایی، خودشم که میخواد بره جایی باید 4 نفر دستش رو بگیرم ببرم توی تظاهرات، بعد میاد میگه من رهبر فلان جریان چپم. خب این دیگه ادعاست. خانم یاسمین پهلوی در یک موقعیت دیگر، در یک شرایط دیگر، اگر اون چپهایی که عادت کردند به اصطلاح چپ نماها اونطوری یک جریان رو بزرگ میکنن، این طرف هم سلطنت طلبانی هستند که اصلا نمیدونن دارن چی میگن، فقط فحاشی و اینا. آخه چه ربطی داره چپ به ملا؟ آخه چه ربطی داره؟ اگه اینطور بود که ارتجاع سفید که بیشتر کمک کرد که شاه ضربه بخوره، ارتش رو نابود کرد، حزب توده بیشتر ضربه زد یا فردوس بیشتر ضربه زد یا فرماندهان ارتش بیشتر ضربه زدن به ارتش، کی بیشتر ضربه زد؟ حزب توده در نوژه 4 تا آدم رو فروخت. این رهبران ارتش بودن که ارتش شاهنشاهی رو که بختیار رو تنها گذاشتن. چرا تاریخ رو یک بچه ای میاد نامش اکس و ایپسیلونه، قانونی فرد یا فلان چی، میرن میشینن. خب اینها شومنهایی هستند، رمالانی هستند این آدم ها. رمال دیگه چیه؟ خب میان میگن خانم یاسمین پهلوی یا اون برای بچه های جنبش سبز. جنبش سبز یه سری جوانانی داشت، بسیاری از اون جوانان با شخصیت مبارزه کردن، یه دورم کنار رفتن، 7-8 تاشون شدن رهبران فرش کرد، رفتن تو جلد شاهزاده خودشون، رفتن تو جلدش. خب البته این به تجربه خود این جناب رضا پهلوی برمیگرده که بی تجربه است، که نمیدونه یاران آینده خودش رو در کجا باید انتخاب میکرد، و تا جایی پیش رفت که واقعا کسانی از جمهوری خواهان که میخواستند با مشروط خواهان برای آینده ایران کار بکنن دیگه نزدیک آقای رضا پهلوی ابدا نخواهند شد، ابدا نخواهند شد، چون حیثیتی واقعا برای چی باید نزدیک بشن به این فضا؟ ما در این نقطه میرسیم. البته باز این قسمت رو نگه دارم، به گمان من انقلاب، شما بارها گفتید انقلاب و رستاخیز بزرگ شهروندی و میهنی ایران مثل همه جوامع دیگر نه منتظر اسخر سلیمی ها میمونه، نه منتظر دهتا بالاتراشون میمونه، نه دهتا پایین تراشون میمونه. انقلاب راه خودش رو باز میکنه، اون رودخانهی که زیر سنگ هست راه رو اینها باز میکنه. نسلی که میخواد، نسلی که بهش زور شده، ظلم شده، همین پسر عموی ماه منیر مادر این کودک خوش سیماوی ما که به هر حال اینطوری رفت، پسر عموی مادرش ماه منیر خانوم همین خانواده پیرفلک. خب ببینید اینجور جوان ها در کشور یکی دوتا نبودن، برادران افکاری پویا و اختیاری ها، دیگران تمام این نسل ها، این نسل جوان سرگل های ما بودن در نسل جوان ما، قول شادروان مانوک خدا بخشیان. ولی در هنوز نسل دیگری، هنوز هم نسلی های ما، بازنشستگان این کشور که پدر بزرگان هستند، وایسادند با تمام فکر و دانش و آگاهیشون، نمیخواند کشور یک بار بسوزه، مراقبند. اونا پدر بزرگای همین برای بچه ها، پدران و پدر بزرگای نسلی بودن که اومدن سوختن رفتن. آقای بهبهانی، قشر خاکستری معنا نداره ایران، این حرفای قشر خاکستری هانا آرنت و فلان و اینا، طبقه متوسط حدود 10 میلیون بود، بخش بزرگی از این طبقه به خاک سیاه کشیده شد.
خانه هاشون هی بدتر 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 تا اعماق بدتر شد. اینها آگاهند، اینجا ایرانه، آدرسش اینجا ایرانه، اینجا آفریقا نیست. اینها به قول فرمایش شما آمادند، جنبشی در ایران وجود داره. باور کنید نه شاهزاده رو نگاه میکنه، نه به هر حال هیچ کی رو نگاه میکنه، نه سید حسین رو نگاه میکنه، نه به قول بعضی این برای بچه های مدی مذهبی از شاهزاده تا تاجزاده رو نگاه میکنه. راه خودش رو همه رو هم تست میکنه، همه رو هم همه ظرفیت ها رو هم این جنبش داره تست میکنه. این جنبش همه اینها رو به شکل دیاگنوز ها، یعنی اون چه که تا کنون بود، بررسی تمام رخدادهایی که تا کنون صورت گرفت به شکل دیاگنوز هایی که به درد ما میخوره و پیش بینی ها و برای چشم انداز رو ترسیم کردن، یعنی پروگنوز های خوب رو در انجام میده. این یک نیروی به قول دست پنهان آدم اسمیت که در اقتصاد عرضه و تقاضا قیمت رو تعیین میکرد. انقلاب این نقش دست پنهانه در همه بسیاری از جوامع انسانی اتفاق افتاد. در جامعه آگاه ایران امروز هم اتفاق خواهد افتاد. تردیدی نکنید شنوندگان، بینندگان ارجمند عزیز، دوستانی که عرایز بنده رو شنیدید و میشنوید، این جنبش سدلی به آخر رسیده. رئیسی هیچی بارش نیست. محسن رضایی رو که زدن انداختن، اون احمدی نژاد و اون لاریجانی ها و اینها همه از وحشت غالب توهی کردن. هیچ کدومشون جرأت ندارن دمچه که علی خامنه ای و رئیسی و شمخامی و اینا برن. این گرک ها دارن همدیگر رو تکه تکه میکنن. اگر ما مردم ایران قشت های گوناگون تلفات دادن، چشم ها دادن، زندگی ها دادن، هستی ها سوخته شد، کودکانی رو به یغما بردن، سرزمینشون رو سوزوندن، پول ملیشون رو اینطوری به تباهی کشندن، نام زیبای پرستو رو به زن بدکاره تبدیل کردن، کلمه همت جوانمردان غیور رو به پول ملی 1000 میلیارد تومانی که پشکل با پوزش، کلمه همت رو برداشتن روی اون کردن، واجه های ما رو یغما بردن، به غارت کشندن. اینها به کار اینها خودشون در خودشون به پایان رسید. سید علی جام زهر رو بیشتر از خمینی خواهد خورد، خورده، به هیچی بارش نیست. در درون اینها ریزش هاست که داره ادامه پیدا میکنه. این که اینا میان چهار تا بازی در میارن، میگن ما پولی داریم، فلانی داریم، مملکت داره میسوزه در فقر و بدبختی و نداری. و تمام قشر های چند صد هزار بازنشسته منتظره، 800 هزار معلم منتظره، چند میلیون دستمزد بگیران منتظرند، صندوق هایی که به 25 میلیون جامعه دستمزد بگیران و بازنشستگان و اینها، صندوق های بازنشستگی به یغما برده شده، بیش از 355 هزار میلیارد تومان رو خوردند. اگه 100 میلیارد دیگر هم طلب داشته باشن، صندوق های بازنشستگی که 40% حقوق بودجه رو، هزینه بودجه رو شامل میشه رو اینا نمیتونند. اینا نه آب دارن، نه حقوق یارانه ها رو دیگه دارن، نه دیگه پول بازنشستگان رو دارن. هیچی. آقای بهبانی، مخاطبان، بینندگان و شنوندگان، بار اینها نیست. این جنگ فرسایشی اگرچه مردم رو هم خسته کرده، ولی بیشتر از اون که مردم رو خسته کرده، ریزش در درون این جنایتکاران رو سبب شده. حالا چهار تا آدمی هم در خارج هستن، وقتی یه مقدار جنبش پایین میاد، آیه بهبانی باور کنید نه مردم خانم یاسمن پهلوی رو نگاه میکنن، نه حزب چپ رو نگاه میکنن، نه باور کنید نه خودش شاهزاده رضا پهلوی رو از یه حدی دیگه بیشتر نگاه میکنن، چون در مردم از فقر و بدبختی دارن میسوزند. هر کسی حالا یا میخواد رضا پهلوی باشه، یا یه فرد چپ متحد باشه، یا یه ملیگرا باشه، هر کسی که هوشمندتر باشه، دلسوزتر باشه، درد و غم مردم رو بهتر بشناسه، اهداف این جنبش انقلابی، این رستاخیز رو بشناسه، خودش رو به طور عمیق
در ژرفا مشغول بکنه به راه حل هایی که نقشه و استراتژی این راهه برای اینکه این انقلاب رو ذره ذره پیش ببره، کمک بکنه یا به لحاظ فکری یا به لحاظ تعیین کمک به تنظیم استراتژی، به منشورها نه، به اون اهدافی که در ایران مردم دارن کمک بکنه. اگر میخواد تشکیلاتی بزنه، چهار تا چشمی که در ایران آسیب دیده را بتونه کمک بکنه، پولی برسونه، یه نفر را جابجا بکنه، مداوایی بکنه، کار بکنه، به جای اینکه بشینه ادعا بکنه که من اونم که رستم بود پهلوان. ویلا این جلسات حزبی اینها در تورنتو، در اتاوا، در واشنگتن، عباس میلانی، شهریار آقی، رضا علیجانی چه کردن؟ آقای بهبانی، خانساری، بعد همینجور بگیر برو راست بیا چپ، اینا چیکار کردن؟ هیچی نکردن آقای بهبانی، جز در یک دوره ناامیدی ایجاد کردن. بنابراین اینها رو به حال خودشون بذاریم. کسانی که در خارج هستند اگر واقعا به اون مردم نگاه میکنند، کوشش میکنند دلسوزانه، مثل همین آقایی که الان شما آوردید که روی آب، روی حوزه آب، اقلیم شناسی، محیط زیست صادقانه داره یک تنه داره کار میکنه. اینجور آدم ها دارن به کشور خدمت میکنن، ادعا ندارن آقای بهبانی، ادعا ندارن این اشخاص، کسانی که صادقانه دلسوزانه به مردم خدمت میکنن. همین میهن تیوی، آقا مریضی، بیمارستان بودی اومدی بیرون، خب چه تعهدی داری؟ خب آقای بهبانی برو دو هفته دیگه استراحت کن دیگه، چی کار میکنی اومدی اینجا داری با سلیمی حرف میزنی؟ چه چیزی شما را امروز آورده اینجا واقعا؟ چون علاقه داری، عشق و علاقه داری به این کار جناب علی، خودت دلت میسوزه وقتی اونجا وایسادی. البته همین نیرو به شما بیشتر نیرو خواهد داد. نه من ببخشید اگر به صحرای کربلا زدم، به گمان من این شخصیت ها، خرد شخصیت ها، این آدرس ها رو آقای بهبانی گاه گاهی بهشون بپردازیم، ولی وقت ما رو تلف نکنیم. اتحاد، نیروی همبستگی، دیالوگ بین گروه های گوناگون. و بعد اینجا یک نکته رو اشاره بکنم، کسانی که از آشتی ملی حرف میزنند باید یک چیز بدونند، ملت ایران، چند ده میلیون مردم ایران با این رژیم قهرند. آقای رضا علیجانی، آقایانی که خانساری و دیگران که دنبال اینید که یک بار از درون به شما دارم میگم، که شما میگید که انقلاب نه، یک چیزی بین انقلاب و اصلاحات، یعنی تحول. تحول یک زبانی میخواد مثل جریان ماندلا که یک سازشی بین ملت و قدرت حاکم صورت بگیره، قدرتی که ضربه خورده حاضر دیالوگ بکنه و اپوزیسیونی که نیرومند میتونه خواستهای مردم رو تعریف بکنه و تبلور اراده مردم باشه. این دیالوگ دیالوگی هست بین ملت و رژیم حاکم. ماهیت این ملت یک چیز دیگره، ملتی هست در اوج و حاکمیتی هست در حضیض که بعد به یک نوع توازن میرسن. ولی این معنای انقلاب را آقای رضا علیجانی زیر سوال نمیبره. تحولی که شما میگی اصلاحات جدیده. دیالوگ امروز بین گروه های سیاسی، بین قشرهای گوناگون جامعه، بین سازمان های مردم نهاد ضروری است. دیالوگ در رسانه ها ضروری است، ولی دیالوگ بین ملت و حکومت امروز به نقطه انجماد، آتش رسیده، دیالوگی وجود نداره. او با شما دیالوگ نمی کنه، او حاضر نیست عقب نشینی بکنه. ویلا قبل از شما مهندس کوروش زعیم طرح عالی تهیه کرده بود، ولی شما دیالوگ بین گفتگوی ملی یا سازش از اون فراتر بین رژیم و حکومت موقعی و مردم موقعی صورت میگیره که ملت متشکل بشه، منسجم بشه، اهدافش روشن باشه و تن رو یک تنه کرده باشه، دل رو یک دله کرده باشه و بعد بتونه در اوج
بتونه رژیم رو به پایین بکشه. ولی فکر نکنید مغز شما به اونجا میرسه که برای ما بیایید از تحولتون حرف بزنید که معلوم نیست چه قوطی عطاری دارید میپیچید. مردم رو نبرید دوباره کله اینها رو بکوبید به یک طرح وابی دیگر. هنوز موقع کانال یکی ها که بعضی ها میشینید این حرفا رو میزنید یا در بعضی از اجتماعات، قبل از موقع شما نمیتونید سازش و آشتی ملی، این میشه مال خاتمی که میخواست مردم رو 20 میلیون رو قربانی زوب در ولایت فقیه بکنه. آشتی ملی خاتمی است، آشتی ملی سید حسین موسوی است، آشتی ملت مردمی که میخواد انقلاب بکنه از این رژیم بگذره. با حکومت، با این حکومت یقینا معنا نداره، باید در درون اینها ریزش ها صورت بگیره، اینها باید دگنگ های قوی بخورند از مردم تا ضعیفتر بشن، تا پایینتر بیفتند. اون وقت از یک نقطه مثل جریان آلمان شرقی ترنس که حاضر شده بود، ریشونکر فرار کرده بود، یک بخشی از حزب حاکم اونها حاضر شده بود با مردم که از دیوار پریده بودن اومده بودن این طرف، حاضر شدند که با هم دیگه دیالوگ بکنن. یا اون ماندلایی که میایید درسشو میدید که میگید ماندلا انقلاب کرده ولی بالا رو تونسته سازش بکنه، این حرفای کلی، حرفای بیمزهی که در کتاب هانتینگتون از اونجا نقل قول میارید میگید. بنابراین آقای بهبانی، میخواستم این نکته رو عرض کنم که دیالوگ در سطوح مختلف صورت میگیره، بین مبارزان سیاسی، بین افراد در قشر به فرض کارگران، بین اتحادیه ها، ولی دیالوگی که بین ملت و حکومت صورت میگیره در یک لحظه ای از تاریخ کشور که ما به اوج داریم میرسیم صورت میگیره و این در اونجاست که اونها باید بگذارند، قدرت رو زمین بگذارند. این مفهوم بخشی از استراتژی آینده قوای ملی و نیروهای مردمی است. در بسیار از انقلاب ها هم همین راه رو رفتند. قربان. آقا بسیار ممنونم، موضوعات خوبی بود، سپاس از همه کوششات، از مهرت به میهن، از این فرجهی که در اختیار ما قرار میدی. صمیمانه تشکر میکنم و مثل همیشه برای خودت، عزیزانت، خانواده محترم و گرانقدر، همسر دانشمند، از صمیم قلب آرزوی بهترین دارم تا فرصت دیگه. ممنونم آقا، سپاس گذارم. بمانید جناب بهبانی عزیز، تندرست، هر چه زودتر شفا و عاجل به قول قدیمی ها. آرزو دارم که ما باسم با وضعیت بهتری و هر چه زودتر به پیروزی، به آزادی جامعه ایران، مردم ایران نزدیک بشیم. جناب امیدوارم با همت شما عزیزم. سپاس بازم، سپاس گذارم، مرسی، ممنون، متشکرم. بعدها شنیدیم فرمایشات آقای سلیمی نازنین، امیدوارم این گفتگوها کمکی به ما کرده باشه. اگر این برنامه، چون سایر برنامه مورد توجه شما هست، مهر کنید و سایت میهن رو به دوستانت معرفی کن تا بتون از بخشای مختلف سایت بهره برن. از همه همراهی و همدلیتون نازنین سپاس گذارم. ممنون.